سلام و وقت شما بخیر دوستان همراهان عزیز و تشکر از اینکه برنامه را برای دیدن انتخاب کردین اینی آج را که اینجا میبینین دمی چند وقت قبل یک سخنرانی را در کابل در جمع از مؤمنین ایراد کردن و به سه چیز که اسلام با اونا قطعا مخالف است اشاره کردن و در مورد صحبت کردن و اینمی ویدیویشان یا همی بخشی از زمو سخنرانی هایشان در فضای مجازی بسیار وایرل شد و مورد تایید و مخالفت بسیار از کاربران فضای مجازی قرار گرفت ما هم در این برنامه میخوایم که بریم روی همی سه مورد را که ایشان در ارتباط به او صحبت میکنه با همدیگه بررسی بکنیم و کمی در موردش صحبت بکنیم ببینیم که گپای رو کی میزنه تا چی اندازه با واقعیت های عینی جامعه ما و شما سازگار است و از لحاظ تاریخی چه قدری گپای رو که واقعیت و واقعیت داره و راست است بریم برنامه رو ببینیم اسلام با سه تا خانه مخالفه خانه سالمندان اسلام مخالفه کودکستان اسلام مخالفه پرورشگاه اسلام مخالفه چرا با کودکستان مخالفه خب در همه قسمت از گپایشان دو مسئله است که باید بهش اشاره شود ایشان میگه که اسلام با سه تا خانه مخالف است و نام از خانه ها رو میگیره و بعدش حتما توضیح مده که چرا مخالف است مسئله اولی که باید کمی بهش فکر بکنیم این است که ما و شما با عنوان مسلمان همه ما میدانیم که دین مبین اسلام در 1400 سال قبل برای قبیله وحشی و بادیه و سهرانشین عرب به وجود آمد و در او زمان ایده و کانسپت خانه سالمندان و پرورشگاه و کودکستان اصلا وجود نداشت نه تنها که در عربستان بلکه در هیچ جای از جامعه بشری در کره زمین وجود نداشت به خاطر چی که او زمان مردم یعنی جامعه بشری از لحاظ فرهنگی بسیار عقب مانده تر از امروز بودند بنابراین کانسپت خانه سالمندان پرورشگاه و کودکستان اینا کانسپت های هست که در عصر مدرن به وجود آمده یعنی در همین 200 سال 200 300 سال اخیر اون هم در کشورهای جهان اول در اروپا وقتی که وضعیت اقتصادی و فرهنگی مردم بهبود پیدا کرد این کانسپت ها به وجود آمد تا تسهیلات برای جامعه هم برای جامعه و هم برای کسانی که به این تسهیلات نیاز دارند ایجاد شود بنابراین من نمیدارم که این آقای ملای مزفر و کسای دیگهی که مثلشان میان از ای چی از این قبل مسائل ها را مطرح میگنن و او را به اسلام ربط میدن این گپا را دقیقا از کجای خود بیرون کردن مسئله دوم این است که شما وقتی به سایز اندام این آقای مزفر نگاه بکنید و به لطافت پست دست و پست صورت از یادم نگاه بکنید خب میفهمید که این آدم در طول زندگی خود شاید حتی یک بار هم دست به سیاه و سفید نزده و ای به این معناست که این آدم از جنس و از متن جامعه نیست وقتی کسی که از جنس جامعه نباشد تجربیات تلخ و نفسگیر جامعه را که روزانه بهش درگیر هست او را تجربه نکرده باشد ندیده باشد بنابراین ای آدم ها که درد و رنج جامعه واقعیت های تلخ عینی جامعه را درک بکنن و در موردش چیزی بدانند بنابراین اینا میان در پشت منبر بالا میشینن و یک سری را از،, از, شکم خودشان در واقع بدون اینکه گپا رویش فکر شده باشه که آیا این گپ ها با واقعیت های عینی جامعه سازگار هست یا نیست میان همین رقمی این گپا را میگن من فکر میکنم که این آقایان همین حضرات ملا یا واقعا خودشان یک بخش یا یک جایی یا یک تخته از منطق و شعورشان مشکل داره و یا هم واقعا مردم رو اونقدر به منطق و به فکر میکنن که یعنی هر گپی که از دهنشان برامد و در قالب و در با سبقه دینی او رو به خورد مردم میدن ولو داستانهای بسیار عجیب و غریب داستانهای بسیار بچگانه و دور از منطق و شعور انسانی را خب بریم ببینیم که آقا در ادامه چی میگه و چرا اسلام عزیز با اینا مخالفه اسلام میگه اولاد باید در دامن مادر بزرگ شه مهر ببینه محبت بچشه این بچه‌ای که مهر و محبت میچشه عاطفی میایه مهر نثار میکنه او تفلکی که با سیلی و شلاق و چوب و چماق استاد کودکستان بزرگ میشه او مهر سرش نمیشه دیگه چون خشونت دیده خشن بار میایه ازا اسلام میگه اولادایتون در دامن خودتون بزرگ کن خب لعنت به کسی که مخالف این حرف باشه گپای رو که شان میزنه خیلی گپای عالی حالا حرف خودش باشه یا حرف اسلام یا هر حرف, حرف هر کسی دیگه ای باشه حرف بسیار زیبا قشنگ هست اما مشکل از ای حرف تا کجاست که اینمی ایده اینمی گپ فقط در قالب حرف میتونه وجود داشته باشه و عینیت پیدا نمیتونه یعنی در جامعه با عنوان عملی شدن نمیتونه گپ های که شان میگه میگه که خب اسلام میگه که کودکان شما باید در در بستر محبت یا در دامن محبت خانواده بزرگ شده گپ بسیار عالی هست اما چگونه ممکن است که همه کار یا نمی ایده جامعه عمل بپاشد از یک سو اسلام عزیز میگه که استفاده از کاندوم یا از هر نوع ابزار پیشگیرانه برای تولید مثل ممنوع هست و او را به مسابه قتل میدانند یعنی نه تنها اسلام بلکه تمام ادیان ابراهیمی مخالف سرسخت جلوگیری از بارداری هستند یا سخت جنین خب فرض بکنید در جامعه سنتی و عقب مانده از لحاظ فرهنگی و اقتصادی مثل افغانستان یک زن و مرد جوان که در سن بسیار پایین 17 ساله حالا ما میانگینش 20 ساله میگیریم ازدواج می‌کنند و اینا با مرور در, در, طول هر سالی که بر حال با هم دیگه هستن و آمیزش جنسی انجام میدن خب اینا بر اساس اونمو سیستم فیزیولوژیکشان باید هر سال یک بچه یا یک اولاد به دنیا بیارن فرض بکنی نمی آدم امی زود چل ساله میشه و حدود حداقل یک تیم فوتبال به اندازه یک تیم فوتبال دروبر از نار گرفته خب پدر و مادر هم از حتما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ فرهنگی یعنی از لحاظ سواد دیگه پا شاید خیلی وضعش خوب نباشه بنابراین چگونه یک پدر و مادری که با مشکلات فقر و بدبختی و بیچارگی دست پنجه نرم میکنه و خودشان هیچ وقت زندگی خود را یعنی به اون شکلی که باید تجربه نکردن و سند کودکی خودشان پدر و مادر شدن تا سند چل سالگی دوربرشان هشت تا ده تا دوازده تا کودک گرفته یعنی دو انسان چگونه میتونه تمام یعنی می هشت نو کودک را با محبتی که کهشان میگه بار بیاره چگونه ممکن است وضعیت اقتصادیشان خراب در پایین ترین سطح قرار داره وضعیت فرهنگی یعنی سوادشان هم دوچار مشکل هست وضعیت جامعه هم خود شما میدانید که وضعیت جامعه افغانستان چگونه است یعنی جامعه افغانستان از لحاظ فرهنگی و اقتصادی در پایین ترین سطح در, در رکورد های قرار داره یعنی هر فرکی این آقا میزنه اصلا با واقعات های جامعه جا های عینی جامعه افغانستان اصلا سازگار نیست چگونه ممکن است که انسانی که با این همه مشکلات و بدبختی ها گرفتار باشه و از یک سو اسلام بگه که حق نداری ازش از جلوگیری استفاده بکنی و هی پشت سر هم باید اولاد بیاری و از, از و تمام از اولادها رو باید منظم با محبت در دامن خود بزرگ بکنید اینگار جامعه افغانستان انقدر از لحاظ رفاهی در سطح بالای قرار داره که اینا پدر مادرها نشستن و امیرقم هیچ مشکلی ندارن و پول و رفاه از چهار طرفشان ریخته و اینا دامنشان همینطوری منتظر است که یک, کسی بیاید که اینا در دامن خود به او محبت نشان بده نه برادر من اصلا اینا امکان نداره چیزایی که شما میگین امکان نداره اینا زمان امکان داره که شما اول تمام تعداب زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی یک جامعه را بسازین و اتفاقا کودکستان یکی از عناصری هست که زیر اقتصادی یک جامعه را میسازد و مسئله دومی که ایشان میگه که یک دروغ محض هست حالا نمیشان در مورد کودکستانی کدام جهان گپ میزنه کودکستان افغانستان گپ میزنه کودکستانی که در دنیای غرب است از اون جایی که وضعیت اقتصادی حد اکثر مردم افغانستان بد هست یعنی اونها حتی نان کافی برای سر کردن شکم اولادای خود نداره چی رسد به پرداخت هزینه های کودکستان بنابراین ما فرض بر این میگیریم که این آدم در مورد کودکستان های غرب گپ میزنه که در دنیای مدرن وجود داره ایشان اصلا ندیده اصلا به چشم ندیدن ندیدن که میگن یک مثال است میگه که شنیدن کی بود مانند دیدن این حرف ایشان هم دقیقا مثل اونم اتهام هست که هورم خود ملاحا ساخته که مثلا مردم مهاجرین که مسلمان که در اروپا میرن سکشویی میکنن اینا هیچ چیزی در مورد جامعه غرب نمیدانن بنابراین یک سری مسائل را میان بر مردم آمریکایی به مردم میتن تا جایی که من خبر هستم در جامعه غرب من همینجا بیست بیست چند سال داریم زندگی میکنم کودکستان نه تنها که هیچ نوع خشونت فیزیکی و روانی در روی اعمال نمیشه بلکه کودکستان یک ابزار یک عنصر برای تربیت هست برای آماده سازی نسل جدید هست یک یک عنصر آموزشی هست که مثلا کودک ها وقتی که دو ساله میشه اینا کم کم به کودکستان شروع میکنه که در کودکستان نبرن. برن در اونجا تعامل اجتماعی یعنی برخورد اجتماعی با انسان های دیگر رو یاد بگیرن و در اونجا قانونمند بار بیاین و در اونجا احترام به حقوق دیگرار رو یاد بگیرن در هیچ جایی از کشورهای غربی زدن و کندن و خشونت فیزیکی و روانی بر کودک از طرف کارمندان کودکستان اجازه نیست و یک جرم بسیار کلان هست هر معلم یا هر کارمندی که دست به خشونت زده باشه بر علیه یک کودک او با کیفر بسیار بزرگ روبرو خواهد شد و کار خود را برای همیشه از دست خواهد داد و یک واقعیت تلخ دیگه این است که در جامعه غربی یعنی بیشتر از کودکانی که در خانواده ما در معرض خشونت فیزیکی و روانی از طرف والدین خود قرار می گیرند یعنی تعداد مسلمان ها بسیار بالا هست پس چرا این حرف های مدرن و خوب و قشنگ که اسلام عزیز گفته در, در جامعه مسلمان عینیت پیدا نمیکنه جامعه عمل را جامعه عمل را پوشیدن نمیتونه چرا حتما یک مشکلی وجود داره شما نمیتونید فقط دستور بدین که با بچه هایتان از یک سو بگین خب شما حق ندارید جلوی تولید مثل را بگیرین و همین رقم سال یک تا دو تا به دنیا برین و بعدش با هر کدام از اینا با محبت رفتار بکنید که نه اینا با محبت بار بیاد چون این چیز چطور ممکن هست و تازه شما اگر آمارها رو نگاه کرده باشین اونهایی که بیشترین خشونت را بر علیه خود و بر علیه دیگرها در جامعه انجام میده بیشترین بیشترین خشونت را در واقع همین کسانی هست که در جامعه مسلمان بزرگ شدن بنابراین حرفایی که شما میزنین فکت هایی هست که باید یعنی نیازمند به یک سری آمار هست آمار دقیق و علمی هست همین رقم از پیش خود نمیتونن که هر دریوری و هر چرند و پرنده به خورد مردم بتن به عنوان یک فکت خب بریم که ایشان باز چی گفته اسلام میگه خانه سالمندان مخالف ماست چرا چون پدر و مادر وقتی پیر شد مثل گل باید نگه داری حمامش لباسش غذاش اتاقش بهترین ها باشه خانه سالمندان نبر چرا؟ چون ما گفتیم و بالوالدین احسانا احسان نیکوکاری یعنی هر نیکی که میتوانی انجام بده ای... ایتام رم... خب ببینید در قسمت خانه سالمندان همشان میگه باز هم تکرار میکنم که خانه سالمندان هم یک کانسپت مدرن هست که همین عمرش شاید 100 سال 150 سال بیشتر نباشه و این در, در اون دوران اصلا وجود نداشت و ایشان میگه که والدین خود را به خانه سالمندان نبرین خب باز هم دوباره حرف همون مسئله پیش میاد شما فرض بکنید یک خانواده یک زن و مرد زن و مرد یا دو تا زن و مردی که حالا برادر هستن دو تا برادری که اردویشان ازدواج کردن و در یک خانه زندگی میکنن پدر اینا مادر از اینا هم داره پیر میشه به کهولت سنی رسیدن و شما و شما میدانیم که وقتی که سن آدم بالا بره هزار یک رقم درد و مشکل و موزل صحی و بهداشتی برای آدم پیش میه. بنابراین کانسپت خانه سالمندان هرگز به معنای این نیست که شما بر علیه پدر خود بر علیه مادر خود خشونت را انجام بدین و اونا را از خانه خود بیرون بکنین ببرین به خانه سالمندان بلکه اصل ایده ای که پشت سر خانه سالمندان است این است که سالمندا یعنی کسانی که پیر میشن نیازهایشان متفاوت از نیازهای کسانی است که در جوان هستند در خانواده در قدم اول شما وقتی که به عنوان خب من خودم تا او اندازه زیاد پیر نشدیم که حالا تجربه کرده باشم ولی حداقل از لحاظ تیوریک میدانم که انسانی که 60 70 سالش هست و با هزار تا مشکل فیزیکی و روانی دچار هست این آدم همین حالا یک نفر یا دو نفر در یک محیط کاملا جوان باشه در یک خانواده باشه که همه جوان هستن و هیچ کس حرف از اینا رو نمیفهمه و حرف از اینا رو گوش نمیکنه و گپ از اینا برای از اینا اصلا جالب نیست بنابراین بودن یک دو تا آدم سالمند در یک محیط کاملا جوان که هیچ مسئولیت نسبت به اینا نداره بسیار سخت است زجرآور است بنابراین خانه سالمندان را با این ایده با این هدف درست کردن که در خانه سالمندان وقتی دو تا سالمن میره یا یک نفر سالمن میره در خانه سالمندان اونجا تعداد زیادی از آدمای دیگه را میبینه که با عین مشکل با عین معضل حالا درد و رنج فیزیکی و روانی و از همه مهمتر با مشکل کهولت سنی دچار هستن و این از لحاظ روانی و روانشناسی ثابت شده که شما وقتی که دردمند هستین یک آدم دیگه ای که در هم دردمند است درد شما رو میفهمه مشکل شما رو میفهمه شما وقتی یک آدم دردمند دیگر رو میبینین احساس آرامش احساس امنیت بیشتر میکنین تا اینکه مثلا شما درد دارین شما غصه دارین رنج دارین در یک جمع باشین که همه مستن همه هیچ رو نمیفهمن نه حرف تو برایشان جالب است نه قیافه تو برایشان جالب است و تو به عنوان یک مزاحم میبینند بنابراین چگونه ممکن است و از او سو باز هم مسئله اقتصادی و شرایط و امکانات بسیار مهم است از یک سو که خانواده یا این والد پدر و مادر حالا پسر پسر و پسرایی که در او خانواده هستند و ازدواج کردن خودشان با هزار تا مشکل گرفتار هستند چگونه اونا ممکن است که پدر و مادر خود را مثل گل برایشان رسیدگی بکنه خب رسیدگی به یک گل نیازمند به شرایط هست فقط نیازمند به خواست نیست این که شما بخواین به گل رسیدگی خوب بکنین شما وقتی با پدر مادر خود بخواین احسان بکنین رسیدگی خوب بکنین تنها خواستش کافی نیست شما باید امکاناتش پولش را داشته باشین که پدر و مادر خود را همان گونه که خودتان دوست دارین به ایش رسیدگی بکنین بنابراین رفتن در خانه سالمندان یا در خانه سالمندان کالا در دنیای غرب و سلام زیاد اطلاعات در مورد خانه سالمندان در شرق ندارم در, در کشورهای غربی در خانه سالمندان خودی یعنی رفتن یا بردن یک آدم پیر به خانه سالمندان یعنی خودش احسان است چون وقتی این آدم پیر در محیط پیر قرار میگیره با آدم های دیگه که هم سطح و هم سنخ و هم درد خودش هست اونجا هست تحمل کهولت سنی تحمل اون دردها و رنج هایی که برش حالا زندگی وارد کرده آسان تر است تا اینکه این آدم همین دو نفر پیر در یک محیط کاملا جوان و مست باشه که اونا هیچ اهمیت بینا نمیده این دو تا پیر هم زندگی خودشان تبدیل به رنج به, به مهنت میشه و هم اینها زندگی جوان زندگی و کسای دیگه را که در اون خانواده هست اونا را با مشکلات و موزلات رو برو میکنن بنابراین حرفایی را که این آقا میزنه با شرایط و با مشکلات و واقعت های عینی جامعه سازگار نیست من نمیگم که گپای را که میگه گپای بدی هست ما حرفم این است که گپای اشان گپای خوب هست ولی اینا فقط ایده است اینا جامعه عمل پوشیدن نمیتونن ممکن نیست اسلام عزیز یا همین آخونهایی که آمده از اسلام نمایندگی میکنه اینا فقط دستور میده اینا درد و رنج مردم را اصلا نمیفهمن که مردم با چی مشکلات روبرو هستن اگر ما خانه سالمندان را به بگیریم چی بدیل و چی آلترنتیو دیگه ای را برش بتیم چگونه باید به با اینا کمک شود خب وقتی که باز هم میگم که وقتی خانواده دارای 20 نفر سر عیال، اینا چگونه میتونه یک پدر و مادر خود را مثل گل بایش برخورد بکنه چگونه میتونه درست از لحاظ فیزیکی از لحاظ غذا و از پا درست ولی از لحاظ روانی اونها نمیتونن برای پدر مادر خود اونها را در واقع از لحاظ احساسی ارضا بکنه چون آدم ها وقتی پیر شد مشکلاتش متفاوت است و بسیار از جوان ها چون پیری رو تجربه نکردن اصلا مشکلات یک پیر رو نمیدانند که چی هست احساسش رو درک نمیکنن که چی هست خب اینا دیگه حرف من نیست ما و شما خوب در افغانستان زندگی کردیم می و میکنیم میفهمیم که پیرها سال خورده ها در افغانستان در خانواده ها چی رنجر میکشن و تازه اینا حرف از محبت میزنن حالا چی محبتی با والدین چی محبتی با, با... کودکان محبت 20 درصدش اگر غریزی باشه حداقل 80 درصدش اقتصابی است تجربی است یعنی محبت را شما از محبت مورد محبت قرار گرفتن یاد میگیرین یعنی زمانی که کودک هستین اگر مورد محبت قرار بگیرین بعدش میتونین شما به انسان های دیگه محبت بتین خب ما و شما می دانیم که در جامعه افغانستان خشونت و استفاده از خشونت های فیزیکی و روانی فوش و دو و دشنام و تنه و مقایسه و نمیدانم از این مسائل اینها تنها شیوه و رویش تربیت اطفال هست خب وقتی که یک طفل با ضرب و شتم بزرگ میشه یک طفلی که با تنه و با فوش و دشنام و با مشکلات و با خشونت های روانی بزرگ میشه او چگونه میتونه و چگونه قابلیت زیر میتونه پیدا بکنه که یک پدر یا یک مادر ایدهال برای کودکان خود شود خب درون از او شخصیت از او کاملا از بین رفته آسیب دیده بنابراین او یک انسان آسیب دیده است و این انسان آسیب دیده نمیتونه به عنوان یک انسان سالم برای کودکان دیگه باشه اینا اینی بخش ها و لایه های پوشیده از گپ ها را این ها هرگز نمیگن چون نمیفهمند چون انسان را اینا فکر میکنن که انسان یک موجود بسیار ساده هست نه انسان طرز فکر طرز سیستم فیزیولوژیک و سایکولوژیک که انسان بسیار پیچیده هست که اینا را دانشمند ها و قرن مطالعه کردن پژوهش کردن هنوز هم بخش های خیلی زیادی از از این پیچیدگی سیستم فیزیولوژیک و روانی انسان هنوز هم از دید انسان نامعلوم و فهمیده باقی مانده یعنی هنوز هم ما نمیتونیم تمام ابعاد روانی و سیستم سایکولوژیک انسان را درک بکنیم گفتن از گپاد روی منبر بالا شدن بسیار گپی آسان هست اما عملی کردنش کار بسیار سخت است در پرورشگاه ها نبر اسلام میگه یتیم رو خودتون بزرگ کن یتیم پسرت خودت کلانش کن یتیم برادرت خودت بزرگش کن یتیم خواهرت روی دستت مانده خودت بزرگش کن میبینید حرفی که میزنه گفتم یعنی خود حرف هیچ مشکل نداره خود حرف عالی هست مسئله این است که اول ما باید بود تاریخی از را بررسی بکنیم و دوما این را با واقعیت های عینی جامعه میخوایم بررسی بکنیم که چی قدر سازگار است اول که ایشان حرف از ایتام میزنه ایتام اون زمان با ایتام این زمان فرق داره ایتامی را که در اون زمان بود بیشتر بچه یا کودکان کسانی بود که در جنگ کشته شده بود بنابراین پیامبر آمد توصیه هایی را کرد که مردم یا حداقل اعضای خانواده نزدیک و اون ایتام یتیم ها با اینا برخورد خوبی داشته باشند نگذارن که در کوچه و بازار به سرپرست باشن و از اینا به یک شکل بر اساس شرایط همو زمان ازشان مواظبت بکنه که حرف بسیار عالی هست ولی چون این چیزی در شرایط فعلی ممکن نیست یعنی همین محبت را همین خوبی را که شما میگین یعنی خودش یک تعریف نسبی دارد و شما میتونید که مثلا فرض بکنید در 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 کشور کشور یک از کشورهای اروپایی نهادهای وجود داره های دولتی وجود داره که به تمام امکانات بچه ها را ازش مواظبت میکنه من نمیگم اینا عیب نداره عیب, عیب های زیاد هم داره ولی بهتر از او فعلا وجود نداره خب فرض بکنید یک یتیم در یک خانواده هست حالا یتیم خواهر یا برادر یا از هر کسی دیگه در یک خانواده هست که خانواده کاکای خود یا می خود یا بابه خود هست اما اینمی خانواده از لحاظ روانی از لحاظ فرهنگی از لحاظ اقتصادی از هر لحاظ دیگه امکانات زیر نداره امکاناتش نداره که زمین آدم انمی طفل ریامی کودک ریامی یتیم را به شکل احسن و درست بار بیاره بنابراین خودی تحویل دادن این کودک به نهادهای مربوط به نظر من که انمی خودش یک نوع احسان است یک یک نوع نیکویی هست وقتی که مه خودم از یک کودک به چی مواظبت نمیتونه بنابر دلایل مختلف مشکل از یاخوندای ای این است که اینا انسان را کاملا یک موجود سالم یک موجود بی عیب و نقص میدارن که هیچ مشکل نداره و هی دستور میدن که باید این کارو بکنی باید اون کارو بکنی باید اون بکنی نه برادر من یک انسان در هر سن و سنینی که هست یک تاریخ از گذشته داره یک تاریخ از زندگی داره و شما این تاریخ از اینا رو که نگاه بکنید پر از درد رنج مشکلات شخصیتی بیماری هست که آدم ها دست پنجه نرم میکنه ممکنه در ظاهر یک انسان بسیار سالم به نظر برسه اما شما وقتی برین بکگراند روانی و فیزیکی و تاریخی زیسته و تجربیات زیسته اون آدم رو بررسی بکنین میبینین که چقدر قدر درد و رنج رای را آدم کشیده و این درد و رنج هم به همی آسانی نگذشته اینا هر کدامش آسیب های خود را اینا هر کدامش شکاف ها و شکاف های بسیار عمیق زخم های بسیار را در در روانش در شخصیت از ای آدم گذاشته این آدم در ظاهر سالم معلوم میشه اما پر از رنج و درد و مشکلات و مزلات صحی و روانی هست بنابراین یک آدمی که خودش با این همه آسیب روبرو هست دست پنجه نرم میکنه چگونه میتونه یک طفل کسی دیگه را یک کودک دیگه سالم بار بیاره حرف های آدم ها متاسفانه بسیار بسیار هوایی هسته من باز هم تکرار میکنم که حرفهایشان در حد حرف بهترین حرف ها هست اما مسئله این است که نمی حرف ها در, 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 واقعیت نمیتونه بگنجه یعنی جامعه عمل نمیتونه بپوشه و اینا به جای که مثلا این امر و دستورات را میدن باید به فکر کنن که چگونه تعداب ها و زیربناهای یک جامعه را زیربناهای فرهنگی یک جامعه را اول بسازیم بعدش از این توقعات از این جامعه داشته باشیم یک جامعه آسیب دیده جنگ دیده بدر خشونت دیده چگونه میتونه چون چنین ایده هایی را که مطرح میکنه او را اونا جامعه عمل بپوشانه ممکن نیست خلاصه یکی از مشکلات متاسفانه که جامعه ما داره در, در تعامل یا در مواجهه با با ها این است که این سخنرانی را که میکنن همیشه یک سخنرانی مونولوگ هست یعنی تنها ملا صحبت میکنه و اون آدمای دیگر در زیر ششتن کلشان سکوت و ساکت و هیچ کسی هیچ حرفی هم نمیزنه من فکر میکنم اولترین یا اولین گام برای تغییر در جامعه ما و شما این است که وقتی در همین مجلس ها نشستیم و این آخوندها حرف های بی ربط و دور از واقعیت ها رو میزنه ما باید اونا رو مورد پرسش قرار بدیم مورد سوال قرار بدیم سوال کردن پرسش کردن کنجکاوی کردن اینا هیچ کدامش به معنای بیدینی نیست و هیچ هیچ میزان از دین و از اعتقادات ما را آسیب نمی رسانه. ما باید بپرسان کنیم به خاطر از اینکه اگر پرسان نکنیم یا خود خوند های گپار از روی جهالت می و یا هم اینا را اگر از روی جهالت نمی زنن اینا در واقع توهین به شعور ما و شما بکنن. بنابراین ما باید اینها را مورد پرسش و سوال قرار بدیم اگر موافق هستین این ویدیو را به صورت گسترده منتشر بکنید که دوستان دیگه هم ببینن